زمانی که یک سیاست در مفهوم اختصاصیش میگید، یعنی زمانی که یک سیاست مدار برای تصمیماتی که میگیره یک جریان را میدازه، این جریان ممکنه همسو با خواسته‌های مردم باشه یا ناهمسو باشه. این وسط خود اجتماع چه نقشی بازی میکنه؟ اگر زمانی که خواست یک سیاستی رو پیاده کنه که در جهت رفاه حال ملت هست، آیا ملت میپذیرند رو یا خیر؟ و اگر خلاف این کاری رو خواهد انجام بده، مثل گفته گران هستیم، جامعه به چه شکلی عمل خواهد کرد؟ و این همون بحث مفهوم همبستگی است. در بحث مفهوم همبستگی اگر بخوایم نظری برخورد کنیم و بررسی کنیم، هستن جامعه شناسای مختلفی که این موضوع رو مطرح کردن و تعریف کردن. مثلا از جامعه شناسا، مثلا آقای آوز کنت را اگر ما به مثال بزنیم، آقای کنت منابع تشکیل و ایجاد همبستگی رو در توافق اذهان میگیره. یعنی همبستگی یه چیز ذهنی هست. زمانی ملت با هم همبسته میشن، هم فکر میشن، که این همبستگی ابتداعاً در ذهن اونها ایجاد بشه. همونطور که سیاست ها ابتداعاً در ذهن ایجاد میشن. زمانی که یک سیاست، حالا سیاست فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، به هر نحو در ذهن ایجاد میشه و بعد بر روی کاغذ میاد و کاغذ به صورت میدانی اجرا میشه در سطح یک جامعه. خود همبستگی هم به همین شکل است، چون اکثر حوادثی که ما میبینیم ممکنه یک جامعه رو در واقع ضعیف کنه. اینها ابتداعا در ذهن ایجاد شده و اون تصمیمات ذهنی ناقصی که باعث شده جامعه به هم دوران ضعیف بشه، این در واقع نظر آقای کنت هست. بعد مشهورترین شخصی که در مورد همبستگی اجتماعی کار کرده شده اختصاصی، آقای دورکیم هست. دورکیم جامعه رو یا نظام اجتماعی رو به دو دسته تقسیم می‌کنه. ما یک نظام اجتماعی سنتی داریم که لفظ در واقع مکانیکی روش میاره و یک جامعه مدرن رو سنتی داریم، پیشرفته داریم که لفظ ارگانیک رو براش میاره، که در ادامه خواهم گفت که بیشترین نظرات ما برگرفته از نظرات آقای دورکیم هست. اون رو ایزاره کردم. نظر بعدی آقای کارسنز هست که ایشون میگه که عامل تقویت همبستگی اجتماعی اون تعادل و هماهنگی بین ابزارها و دادههای یک محیط هست. یعنی یک جامعه بر اساس دادهها و وجودیاتی که در یک جامعه در یک محیط داره میتونه همبسته بشه. یا مثلا ابن خلدون هم چون یک فیلسوف اسلامی هست، ایشون اون تعصب قومی رو مراد هم هست. حالا برگردیم به حضرت آقای دورکیم. آقای دورکیم همونطور که گفتم وقتی که جامعه رو به دو دسته تقسیم می‌کنه، جامعه سنتی و جامعه مدرن، مکانیکی یا ارگانیکی، میاد ویژگی‌های این دو جامعه رو نام می‌بره. میگه مثلا یک جامعه سنتی چون تقسیم کار معمولا اون پیچیدگی خاص خودش رو نداره. مثلا در یک روستا رو اگه در نظر بگیریم، شغل اکثر روستایی‌ها ممکنه کشاورزی یا دامداری باشه، نسل به نسل همین بوده، تنوع ندارید شما و تقسیم کار زیاد هم صورت نمی‌گیره. فوقش مثلا اینکه پسر مسئول این هست که گوسفندان رو در بیاره، پسر بزرگتر اینا رو میبره و تمام اون تقسیم کار بر اساس اون مدیریتی است که در اون جامعه قرار گرفته و مجازات هم بر اساس اون فرهنگی هست که جا افتاده. مثلا اینکه تخطی کنه از این تقسیم کارش بر اساس اون فرهنگ خودش تنبیه میشه. جامعه مدرن اینجوری نیست. جامعه مدرن چند تا مرحله خیلی تا به سطحی که دورکیم مدنظرش هست میرسه. اولین مرحله اینه که اقتصاد باید تغییر کنه. وقتی که اقتصاد تغییر کرد، نوعی از تقسیم کار صورت میگیره. مثلا زمانی که شهرنشینی میاد،
ما شغل‌های مختلفی رو در شهر به وجود میاریم. یکی راننده میشه، یکی کاسب میشه، دانشگر میشه و هرچی جامعه پیچیده‌تر بشه شغل‌ها و تقسیم کارم پیچیده میشه. و بعد میرسیم به اون قسمتی که دورکی مدرسه‌اش هست، یعنی ناهمگونی. ناهمگونی دیگه هر جامعه که ناهمگونی‌تر باشه اون همبستگی بین اون بیشتر میشه. البته همبستگی از اون نیاز هست. یعنی چی؟ یعنی من معلم شغل معلمی رو دارم، امروز فرزندان شما رو درس میدم، فردا اگر من نیاز به آرایش می داشتم به آرایشگر میای معلمت رو آرایش میکنی، یا مثلا فرداننده نقش همانت رو برات میگیری. و به همین صورت مثلا برنامه نویس برنامه‌نویسی میکنه، شهردار میاد مبلمان شهری و نیازهای شهر رو برطرف میکنه و اینجوری در واقع یک نوع همبستگی، حالا اسمشو بذاریم کارکردی، میاد مثلا بر اساس نیازهایی که متقابل با هم دارن میگم مثلا من امروز باید کارم را بیفته پیش تو میام و تو هم یه روزی میشه من میگم و این باعث همبستگی میشه. یه سری مطالب دیگه دارم که سعی نمی‌کنم همه توضیحات حرف بزنم، دوست دارم بیشتر بشنوم در خدمت شما هستم. ممنون که طرح موضوع کردید با عنوان همبستگی اجتماعی. از دید جامعه شناسی و روان شناسی، هرگاه یه جامعه‌ای احساس فشار و تهدید بکنه از طرف نیروها و جوامع محیطیش، از درون همگراتر میشه و همبستگی اجتماعیش بیشتر میشه. حالا که موضوع بحث جامعه بلوچی هستش، بذارید گریزی بزنیم به تاریخ. من معتقدم برخلاف عمده نظریاتی که میشنوم، جامعه بلوچی هرچی به عقب برگردیم کمترین همبستگی رو درش میبینیم. من فکت میارم براتون، ممکنه شما موافق نباشید. ببینید هرگاه لشکر حکومت مرکزی میومده اینجا برای غارت و چفاول و خراجگیری، ما خیلی تو تاریخ نمیبینیم که یک همگرایی درون طایفه‌ای بین بلوچا شکل گرفته باشه که جلوش وایستند. و بعدها هم وقتی که گماشتهای خود حکومت مرکزی رو وقتی میخواد برداره، ما نمونه داریم مثلا حسین خان شیرانی اول در گه نیکشر و اگر اسم رو خودتون بعداً دقت بفرمایید من نمیدونم دین محمد خان یا جان محمد خان از قصرگان، اینها رو معزول میکنه و میبره مرکز و ما دفاع آنچنانی در درون جامعه بلوچی و واکنش اصولا نمیبینیم. درست همین حالت کم و بیش در بلوچستان شرقی هم میتونیم مشاهده بکنیم. وقتی که پاکستان نوظهور میاد میخواد خطه خانکلات رو بگیره بلوچستان شرقی رو، اونقدر که انتظار باید بره ما مقاومت و همبستگی نمیبینیم تو جامعه بلوچی. رضا خان هم وقتی که لشکر کشی میکنه برای زدن دوست محمد خان، بخش عمده‌ای از خوانین بلوچ و طوایف بلوچ همراه جهانبانی هستند و علیه دوست محمد خان، چون رو رقیب خودشون میدونند. دوره دادشاه، شورش دادشاه هم میبینیم که خوانین با هم دیگه یه دو تا جناح سیاسی دارن و رقابت شدیدی با هم دیگه دارن، دو تا دستبندی بزرگ دارین تو بلوچستان. بعدها که حکومت اینا رو گرد میاره تحت یه چرت و مجبورشون میکنه که علیه دادشاه وایسن اونو بگیرن، میبینیم خیلی به راحتی به این کار تن میدن، صرف نظر از اینکه حالا خود دادشاه رو چطور شخصیتی میبینن. و اگر بخوایم دوران اول انقلاب رو هم ببینیم که من متاسفانه اطلاعاتم کم هست در اون مقطع، من میام گریزی میزنم جلوتر به سمت به اصطلاح دوران اصلاحات. در دوران اصلاحات به نظر من بیشترین وفاق هم بین تحصیل کردگان و هم بین مذهبی ها دیده میشه، یعنی کلیت جامعه بلوچی. اولین باره که رأی ها منسجم میشه، هدفمند میشه و جامعه مرکز اولین باره که رأی جامعه بلوچی و اهل سنت به طور عام رو میبینه، هرچند خیلی تا حالا که سودی آنچنانی دیده نشده و خیلی از این بابت انتقاد میکنن. و به هر حال این وفاق بخصوص در بین قشر تحصیل کرده یک رنگ جدیدتری به خودش میگیره، به گونه ای که مثلا من چاباری و نیک شهری و قصرگندی همون همزاد پنداری داره دارم با یه نفری که تو خاش نشسته که با هموطن خودم با هم قبیله خودم در شهر خودم. و اگر الان بخوایم نگاه بکنیم این رویه برقرار نیست. چرا؟ چون حکومت مرکزی
هرگاه که فرصت داده، فرصت سازی کرده برای حتی منافع کوچک مثل مقاصد اداری، سمت‌های اداری و گاهن مقاصد اقتصادی، می‌بینیم که رقابت‌ها شروع شده در اون طایفه‌ای و بین طایفه‌ای تو جامعه بلوچ و حتی بین قشری، یعنی در خود جامعه تحصیل کردگان به نوعی گرایش‌ها و باندها شروع میشن به رقابت با هم دیگه. و این وضعیتی که الان ما درگیرش هستیم و برای برون رفت، من فکر میکنم یک کلید واژه بیشتر نیاز نیست که ازش صحبت بکنیم: درد مشترک. هرگاه درد مشترک به سمتی بوده که حس شده، این همگرایی رو به اندازه که لازمه ایجاد کرده. و این درد مشترک من معتقدم چون کماکان وجود داره، کماکان این حداقل همبستگی رو ایجاد کرده و هرچند با شرایط ایدار و مطلوب فاصله ها بسیاره. الان به نظر من اینه که همون نیاز به همبستگی اجتماعی خیلی خوب داره و به دوستانیش هم همین کمپین نر به خریدن مرغ بود فکر کنم که ایجاز شد. حالا ما که بیشتر به باید هستیم با این موضوع لمس کردیم شهر دومون سنوانم لمس شد که واقعا این همبستگی ایجاد شده بود و نیاز هست که به نظر من که همچین کارهایی انجام بشه با هر جامعه شما، هم جامعه سنتی هم جامعه بوده، این همبستگی بوده از ما، یعنی بعضی ها صورت سیستماتیک، بعضی ها مثلا این همبستگی رو ایجاد میکرده، مثلا میومدن به خاطر منافع مالی همبستگی ایجاد میشون به خاطر مسائل اقتصادی، سیاسی، هر چیزی دیگه. نظر ما اینه که ما این همبستگی رو بیشتر روش کار بکنیم و یه سری برنامه های ریزتر حالت تخصصی تر بودیم تو هر مورد زمانی که نیاز باشه اون همبستگی رو تغییر بدیم. ولی خب حالا راجع به خود همبستگی اجتماعی
من بخوام یه چیزی راجع به خودش بگم، باید بگم همبستگی اجتماعی یعنی اینکه حالا کسی از موانع نباشه، مثل دین، جنسیت، یعنی چیزا براش مهم نباشه، زبان، نژاد، رنگ پوست، اینا نباید باشه. همبستگی اون رو باشه. خب ما میدونیم همبستگی یه چیزی، یک تحرک خیلی بزرگی برای یک جامعه که واسه این شکل میده. پس یک پشت خیلی قوی میخواد که اولا اتفاق بیافته. خب همبستگی چیزی که شکسته نمیشه، همون چیزی که باعث شد مثلا انقلابات یک کشور رو رخ بده و مکانیزم یک چیزها رو عوض میکنن و بحث خودش بوده. حالا از یه نگاه دیگه، چون اینجا نگاه هست و بحث هنری هم هست، حالا همبستگی اجتماعی اتماس هنر، من میخوام یک ژانر جدید موسیقی که شاید به گوشتون هم نکرده بریم به خاطر همبستگی اجتماعی در راه رو وجود اومده، به اسم توربو فولک، مال زمان فروپاشی یوگسلاویا و هر کشوری واسه خودش. حالا این رو شروع کرد و اولین شروع کنندش هم خود سربا بودن، بعدش بوسنی هرزگوین بود و بعدش آلمانیا. خب توربو فولک میشه از خودش هم اینجوری اسمش گرفت، فولک یعنی اینکه سنتی هست، ولی حالا بزنن توربوی مثلا خانجی بگیم واسه اینکه به مردم بفهمونن، هم به نسل جدیدی که عاشق آهنگای راک دهه 80 آمریکا شدن و هم نسلی که هنوز توی گذشته خودشون زندگی میکنن و هنوز میخوان اون رو سنتی خودشون بدن، و برای همین توربو فولک هم شد چیزی که هم پیر، هم جوان، هم نسل جدید، هم نسل قدیم ازش خوششون اومد و بیشتری همبستگی رو میآورد. و مثلا حالا داخلش اصولا یه احترامی میشد، مثلا بعد از توربو فولک های سربی نسبت به مسلمانهای بوسنی مثلا یه چیزایی میگفتن، میگفتن آره که چند روی محرم زونتی بگی داری توی یه سال میگیریم، نسبت به اینکه اونا نمیتونن از کشور خودشون دفاع بکنن و اینکه واسه خودشون یک امرار معاشی داشته باشن، پس اونا حتما به سربستان احتیاج دارن. خب جدا از اون، حالا من بخوام جلوتر برم با حالا یه همبستگی جدیدی که حالا تو دوره جدید اتفاق افتاده، ما همون میدونیم که بزرگترین همبستگی اجتماعی که میشه تو کره زمین فعلا توی چند قرن اخیر گفت کروناست، بحث کرونا. خب توی بحث کرونا خیلی از کشورها اومدن همبستگی ایجاد کردن بین اجتماع که بیاین جدا فارغ از جنسیت و حالا قومیت اینا بیاین مثلا یک واکسن تولید بکنیم و بیاین مثلا یه حرکتی بریم و این رو از بشریت جدا بکنیم، از اینکه انسان به جای بدی نرسه. خب این همبستگی باعث شد الهاز علمی که بریم تحقیق بکنیم متوجه میشیم خب نسبت به بدنی قبلی ما چندین هزار سال جلو افتادیم نسبت به صورت عملی که ما نسبت بهش داشتیم. خب این همبستگی اجتماعی خب میدونیم کرونا باعث شد خیلی از مشکلات اجتماعی وجود بیاد، الهاز عقلی، فرهنگی و همینطور به اصطلاح خیلی افسردگی گرفتن اینا. و خب الهاز هنری هم من میخوام بگم به اصطلاح این پستهایی که ایجاد میشد به صورت هنری واسه دوره کرونا و همینطور پوسترهایی که توی شهر میگفتن There is no quarantine, no unkindness, spread love, not the virus، یعنی عشق و محبت رو پخش بکنید نه ویروس. این هم مسئله اجتماعی باعث شد که خیلی از جامعه حالا مثلا میان یه سری از فاکتورها رو کنار هم دیگه قرار بدن، کمپینای تولید شد، خیلی اصلا از این به اصطلاح کمپینای تولید شد که باعث شد مثلا صرفا کارشون این بود که روان جامعه رو نگاه کنترل بکنن. این مثلا نمونه های همبستگی که همین الان هم داره اتفاق میفته که دنیا، یکی دیگه مسئله اینه که کمبود دانه روغنی به خاطر جنگ اوکراین، این نه تنها مسئلهش مال ایرانه بلکه مال کشورهای اروپایی هم هست. و خب اونا هم اومدن حرکات همبستگی اجتماعی خودشون رو به یک شکلی و به یک نحوی نشون دادن. من میخوام عرایزم رو با در واقع جبهه مخالف مفهوم همبستگی اجتماعی که همون از همگسستگی اجتماعی هست و اون گسستی که در اجتماع به هر حال رخ میده شروع بکنم. اون شکاف‌های اجتماعی که بین توده‌های مردم، اون شکاف‌های اجتماعی که بین به هر حال عناصر تشکیل دهنده یک اجتماع به هر حال پیش میاد. حالا اگه این گریزی هم به هر حال روی آسیب شناسی بزنیم، واقعا میتونه که به هر حال دلایل بدهش سیاست‌های غلطی که از طرف به هر حال دستگاه حاکمیتی هست که اون گسست‌ها ممکنه که در اون جامعه ایجاد بشه و چه بسا هم به هر حال میتونه که منفعت داشته باشه برای دستگاه حاکمیت، گاهن اون گسست‌هایی که در جامعه ایجاد میشه اون هم به هر حال از اون عدم همبستگی ممکنه که به هر حال دستگاه حاکمیتی چه بسا نفع‌هایی هم ببره.
اما ما خواهیم بودیزی رو بزنیم در جوامع جهان سوم، جامعه‌هایی که به هر حال جامعه‌ای که ما داریم توش زندگی می‌کنیم که به هر حال ممکنه که اون آرمان‌هامون، اون ارزش‌هامون، اون چیزهایی که به هر حال برامون به عنوان یک آرمان مشخص هست خیلی اختلافات فاحشی داشته باشه برای جوامع، در واقع نسبت به جوامع توسعه یافته. ممکنه که در جوامع توسعه یافته یک چیزهایی به هر حال عنوان آرمان و ارزش براشون انتخاب بکنن، به هر حال دنبال اون اهداف باشن که در واقع یک وجهه ملی داشته باشن، یعنی یک ملت با هم همبسته میشن، با هم در واقع آمیخته میشن برای رسیدن به یک هدفی در سطح ملی. اما مایی که در جامعه سوم داریم زندگی میکنیم، البته در تمام جوامع ممکنه که اختلاف نظرهایی بین توده‌های مردم وجود داشته باشه، اما من اینو میخوام بگم که در جامعه‌ای که به هر حال ما هنوز قشر در واقع نیرومندی به نام قشر سنتی داریم، قشر نیرومندی به نام قشر مذهبیون داریم، قشر نیرومندی به نام برا حالا جدیدن دانشگاهیان و فرهنگیان یا نخبگان یا همون به هر حال کنشگران و اینها داریم، ممکنه که گسست‌های عمیقی باشه. چرا؟ چون که اختلاف ما در آرمان‌ها و ارزش‌هامونه. ممکنه که یک چیزی که برای من آرمان است از اون همبستگی اجتماعی ممکنه که برای قشر مذهبیون نباشه، ممکنه که یک چیزی که برای قشر مذهبیون ارزشمند هست برای قشر تحصیل کرده یا دانشگاهی و نخبگان و اینها نباشه. اینه که به هر حال این شکاف ها ایجاد شده. یک امید رو بزنید به همون به هر حال شهروندان یا همون اجزای سازنده همون جامعه ممکن که به هر حال اون آدمان ها وسعت کمتری داشته باشن، یا مثلا من معلمی که 6 قسط عقب مونده دارم ممکنه که حالا در سطح ملی فکر نکنم، یا اینکه مثلا بگم که حالا ما هم بسته بشیم که مثلا چه اتفاقاتی رخ بده. خب اینو بگم که ما تفاوت در آرمان هامون رو داریم و این سیاست های غلط هم گاهن میتونه که این شکاف ها رو به هر حال ایجاد بکنه. و بگذار بنده حالا دوستان گفتن که راهکار بدیم، حالا راهکاری برای اینکه ما کلا در سطح آرمان ها رو کار بکنیم، اهدافمون رو به هر حال هدفمندتر بکنیم، این که یک جامعه‌ای که به هر حال ما بخواییم که هدفمند باشه و با هم پیش بره، ما باید از اینها گذر بکنیم، ما باید این مسائل و مشکلات رو نداشته باشیم، این دغدغه‌های دم دستی رو نداشته باشیم تا به اون همبستگی مثلا به هر حال برسیم. و نقش کلیدی که نخبگان دارن در جامعه، نقش کلیدی که روشنفکران دارن در جامعه، یه جامعه مدنی به هر حال داره در جامعه، اون ایجاد بستر و فراهم کردن بستر گفتمان، بستر آگاه سازی که این عناصر تشکیل دهنده اجتماع رو از حق و حقوق خودشون به هر حال آگاه بکنه. آقای اکبر رئیسی از اتبا باعث خودی باشیم مدرک بود، اما فقط یک جایی مایستاز بود که اطلاع ما هست نسبت به موضوع اطلاع کامل ما هست و اصنادی هم وجوده و همیشه که به هر حال هست کسانی که همگر در موقع زمان بوده و در فرشتهان شما هسته یک جایی فقط یک جایی نه نسبت به حالا در واقع تأثیر کامل و رومیتی و ایشان، اما در ارتباط با میروز و عمل کامل ها همبستگی اجتماعی یا وجود به هر تفسیر و حالا بعدش که 7 سالی حالا واجه بود زمان که قشون دولتی آیین حالا یعنی سرحد و سرحد کسانی حالا نام قرانو مکیده بگیریم و یعنی که واجه پیوانده به قشون دولت پیوانده برای شکل مثلا واجه و حال بودیم تو بریم به مرکز که پیرام بود یه لویجه گیری در حاله لویجه چی گیره شکل گیره دوده در سرباز از تمام توایف و توایف و هر حال هستین در بلوچستان مطرحین و هر پیش برای گفتن هست، یعنی هر پیش برای گفتن من بس ویشیو که در جای جای از بلوچستان ما شما دارای مثلا حکرانی به کلایش بونه بود و هر حال متنفذ بین در واقع متنفذ بین شنی هایم همون در شورای تشکیل بین شنیشن هستن و از بعدشن موجوده این هر کسی که باید مرسی مطمئنم ایشان ایرائه بودن و مستند یک شورای تشکیل ده که او در چی بکنیم ما 3 روز هم طول کشیم،
یعنی شورا سه روز طول کشه به این بحث و گفتگوانش داخل چه بگمی الان الان خشوع یعنی مو به عنوان مثلا حاکم بلی و بلوچستان من برای من تحبیلیش هم بودم لفره ساختاری ریزش پیدا کرد باشه؟ ساختار ریزش پیدا کرد و خشوع یه دانه بلوچستان گیره تو خبر داریم چونی کرد اما اون دیگر همبستگی شکل گره یک همبستگی شکل گره که بهترین راه کجایی و یک مسلحت انگیشیه دنه که بهترین راه کجایی و همه راه می انتخاب کنیم او در خیلی هم معتقده به که آقا بیایی مشموع مبارزه کنیم بونش بیایی مشموع مبارزه کنیم حالا مشموع چی کرده کسی حالا داخل نیرو لوجستیکی مشموع چی که مثلا وقتی یک دولت یا ریسو طبیعی مثل رضا خان مثلا مشموع بیانی در گیتوی واقعا او دو سلاح نبود یعنی واقعا تنها راهی که و تنها چیز تو لفتر برشمانه تیشو که آقا مثلا همراهی واجه هم رو مساجه؟ او دک مثلا یه آقای رو او درش نتوانی که تفسیر بکنیم که مثلا بگیم که ولی یک دوست اجتماعی مثلا شکلی او در اتفاقا یک همبستگی شکلی بیر که بهترین راه چون او در همه یحتیتی و تو کتان تشاری یحتیتی مساجه؟ که او دادی آقا قرار مثلا اولتیماتون مشخص کنه که آبی آقا او تیا تحمیل در آن سر بود و شما رابطه شورا و بزرگه و برمان مشوره توی مسائل رو تنجام بودید حالا وقت شما رو یک همکار بلاشو تمام بود شما یایی کما شما یک فردی حالا یک تیجه نومال یک فردی خب شما مثلا شخص آقای میدوز محمد خان یایی شما کما یا نه یا ما روش رو تی بحرار ما اقدام بکنیم نو روش آمیان گروپ پر تشارت همه اتفاقات دیدیم که در بله دیزد کفتیم همه اتفاقات دیدیم که در بله خوبت کفتیم همه کل اتفاقات دیدیم که در این بلوچستان مشمون به خاطر خونش کشید و چیز جز ضرر همه آید نمید مکاجدیم نو اون اتفاقا مشدیدن همه معتبرون که برخلاف نظر آقای دیسی او در اتفاقا یک همبستگی شکلیه و خیرد جنبی یا طورتی که آقا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش از یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار چو عضوی یعنی عضو یعنی بخش قلیلی از جامعه که اگر دردمند باشه در واقع تمام جامعه اون درد رو احساس میکنه اما الان در وضعیت فعلی اون اکثریت جامعه درد منده و اون اقلیتی که ما انتظار درد رو ازش داریم الحمدلله درد کمتری دارن و الحمدلله هم برقرارن و هم پایدار خب سیاست هدفش رو تعریف کردیم آزادی بود ولی قبل از آزادی ما به این همبستگی احتیاج داریم یعنی همبستگی اجتماعی باید باشه تا برای یک آزادی یک جامعه تلاش کنیم و جامعه ایران ثابت کرده که این همبستگی اجتماعی به این اهمیت اجتماعی برای با ارزش داره در مرحله اول تا بحث برسه به اون آزادیه این جامعه ایران دنبال یک سری افرادی که خوب مملکت رو میتونن نگه دارن بعدش حالا به فکر آزادیشون باشه در دولت هایی که یه اعتمادی اجتماعی وجود داره خیلی جالبه که اون دولت ها هم دنبال همین جریان میرن یعنی از این عنوان یه استراتژی هم استفاده میکنن عنوان مثال مردم رو علیه خود امنیتی بی‌اعتماد میکنن سعی میکنن به جای اینکه توی جامعه شفاف‌سازی باشه شایع پراکنی بیشتر باشه دروغگویی زیاد باشه و نمیذارن شبکه های شهروندی شکل بگیره توی اون دولت ها توی مملکت ها نمیذارن شبکه شهروندی شکل بگیره یا هر چیزی که باعث میشه که مردم با هم متحد بشن سعی میزنن اون رو در نقطه خفه میکنن ما به عنوان شهروند توی این کشور باید نسبت به این آگاه باشیم اما خود بی‌اعتمادی اجتماعی چند تا دلیل میتونه داشته باشه یکیش نبود اخلاق مدنی یا هم سرمایه های اجتماعی ما خیلی کم داریم آدم های رو توی جامعه‌مون که به فکر منافع عمومی باشن مسئولیت پذیر باشن برای یک چیز عمومی برای یک خیر عمومی احساس مسئولیت بکنن بیشتر دنبال منافع شخصی هم افراد خب حتی برای یک پارک محله یک پارک محله چون که خیرش به همه میرسه چند تا آدم نیاز داره که اگر یک نفر نمون بینا آمده از الان یک بره بینا آمده یا مواظبت بکنن اصلا از مبلمان شهری یا حتی خود همین نگارخانه چون خیرش عمومیه داره به همه میرسه باید آدم ها احساس مسئولیت بکنن
رو نسبت به این قضیه که اگر به دو روز به یه نفر بخواد نگار کنم درشون رو بنده باز میان بگن که نه. یعنی این احساسه باید وجود داشته باشه، این خیر عمومی، خیلی که برای همه باشه، این باید وجود داشته باشه. ما همچین سرمایه هایی کم داریم. یکی از چیزهای دیگه این که بی اعتمادی اجتماعی میتونه توی جامعه خیلی رواج بگیره، خشونت در خانواده، خشونت با افراد. مثلا یک مسئول یک کار رو انجام نداده با خشونت اون رفتار میکنن. چرا؟ چون اون اعتماد دیگه وجود نداره و باعث افزایش خشونت میشه در یک جامعه. خود همین بی اعتمادیه، چون جایی برای گفتگو نیست و وقتی که جایی برای گفتگو نباشه خشونت میاد جاش میگیره. نبود اعتماد یک جامعه باعث میشه که همه پروژه هایی هم که توی جامعه تعریف میشن، چه برای زمان حالش چه برای آیندهش، شکست بخورن. شما بیا هر پروژه‌ای که جامعه که اعتماد به جامعه داره تعریف کن، بگو این خیلی صلاح مردم شکست میخوره. چرا شکست میخوره؟ وجود نداره که اعتماد وجود نداره. مردم قبول ندارن، باور ندارن، نه به قانون اعتماد دارن، نه به اشخاص اعتماد دارن، هیچ کسی اعتماد نداره. برای همین پروژه ها هم شکست میخورن و این میتونه خیلی مضر باشه برای جامعه ما، هم در حال حاضر هم در آینده. این عدم اعتماد. اما این بی‌اعتمادی اجتماعی میتونه سه تا نتیجه یا سه تا بیماری فرهنگی خیلی بزرگ هم داشته باشه توی جامعه. یکی از اونها تقدیرگرایی، یعنی مردم احساس میکنن که هیچ کاری دیگه از دست ما بر نمیاد، همه منتظرن یه منجی بیاد و نجاتشون بده. فکر میکنن که رئیس جمهور عوض بشه، رئیس جمهور بعد بیاد، همه چی خوب بشه. خب این همین تقدیرگرایی، این از همین میاد، از بی‌اعتمادی اجتماعی میاد. مردم خودشون تو خودشون اعتماد ندارن که میتونن یه تغییر ایجاد بکنن، یه کاری بکنن، همش منتظرن که آمریکا بیاد، نمیدونم یک رئیس جمهور دیگه بیاد، یک تغییر ایجاد بکنه. یکی از اونا قوم‌گراییه. بی‌اعتمادی باعث قوم‌گرایی نمیشه توی جامعه. افراد از به یک حزب خاص میشن و فقط اون حزب و قوم و فامیل خودشون اهمیت میدن و بقیه‌اش هم براشون مهم نیستن. یعنی اون شخص، یعنی یک سری آدم براشون شخصیت حساب میشن و به آدم ها رو اصلا آدم حساب نمیکنن. خب این یکی از اون نتایجیه که بی‌اعتمادی میتونه بیاره. و همچنین فردگرایی. جامعه ای که اعتماد وجود نداشته باشه باعث رواج فردگرایی میشه. هر کسی به فکر خودشه، به فکر سود خودش، لذت خودش. من به آینده کار ندارم، خودم فقط بیشتر پول در بیارم، خودم خوب زندگی بکنم، کار روزگار بگیرم. این داستان رو هم، این بیماری هم به جامعه به وجود میاد. پس سه تا بیماری بودن که این بی‌اعتمادی توی جامعه میتونه سه تا بیماری فرهنگی در استقامتشون میگه میتونه بیماری بگیره. اما راه خروجمون چیه؟ راه خروجمون اینه که ما خود شهروندها بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، گروه هایی تشکیل بدن و این اعتماد اجتماعی رو به هم دیگه یاد بدن. اعتماد اجتماعی چیزیه که باید خود افراد از بچگی با خانواده ها بشینن با هم کار بکنن، افراد بشینن با هم کار بکنن تا اعتماد اجتماعی در گروه های کوچیک شروع بکنه به شکل گرفتن و کم کم گسترش پیدا بکنه. هر کسی دوست خانواده خودش کم کم گسترش پیدا بکنه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أفراد بنظر من تأشكما يا شهر نشينا يا شهروان فرقی که تا یک شهر فقط ساکنه و کسی که آن وظیفه شهروندی رعایت کن و مؤثر تجاوزش نیست که کسی که شهر نشینه فقط در شهر زندگی کن. خیر مخصوصا اتفاقات مثبت آن شهر دخیل نه، مؤثر نه. حالا قبل ماش بشین که ما مرتب یک شهری و یک شهروندی مؤثر بیت یک شهری و تأثیر مثبت بنادی و به آشان نقشی بود برای پیشرفت آشان، برای تعالی آشان. انجام لازمه وظیفه شهروندیش اینه که مشارکت ایجاد کنه شما. یعنی وقتی یک فردی، یک شهروندی و یک شهروند موفقی هستید شما،
که آن وظیفه اجتماعی بدهش انجام بدم و مشارکت ایجاد بکرده اجتماع، مشارکت مثبت ایجاد کنم و تأثیری بکرده اجتماع. و به نظر ما میشید پام بگویم که وقتی که مشارکت ایجاد دیگه مشارکت اجتماع یک دوره مترادف با یک جامعه ایه که آجامعه هم بسته این اگر که ما مشارکت اجتماع ایجاد کنیم ما به آن همبستگی اجتماعی مورد مترادف که رسیم پچه که ته یک جامعه ایه که هم بسته این منافع مشترکه به جامعه ایه که هم بسته این هر کسی به فکر منافع شخصی و منافع فردی بود نه این منافع جمعی تعریف میتده آن اجتماع و جامعه نوشته یا نوشته و منافع جمعی بود تعریف کن و در راستای آن منافع جمعی حرکت کن و حتی اگر کسی که دچار خطا هم بود در جامعه اگر تنبیه کن و مستقیم یا غیر مستقیم کسی ای حق نیست و در جامعه که هم بسته داره منافع مشترکی که هر کار دنبال منافع فردی و رو آیان دنبال می حالا فکرم که حالا به دوسته موضوع بحث رو در خلاصه بکنم جرمت می کنم و سجمی بکنم حالا یک سوالی مشمع کنم پچی جامعه مشمع جامعه هم بسته نهو حالا شیخ هم بسته نهی حالا دلیل ها که حالا که مشمع بهتر زانی حالا چیزی که ما یک مقاله بررسی وقت فاصله کتاب شاید که اولی دلیلی که جامعه ما جامعه هم بسته نه خلای عدالت وقتی که عدالت در یک جامعه کم رنگ می افراد زندگی فاصله گیره آه هم بستگی اجتماعی دچار خلل شیخ سعدی علیه رحمه فرمایش کرد که گر از باب رعیت ملک کرد سیبی برآورند غلامان درخت از بیخ یک صوفی حاکم چنه چون تن غلام فهر درخت چیز بند بجه به پنج بیزه گر سلطان کند ستم ستم روا دارد زنند لشکریان هزار مرغ به سیخ یک پنج دانه گیر سپیده ظلم کنه در خودش غلامان تو آخر رعیت پهر مرغان شهر تباه کنه یعنی مقصد چی که یک رای البته یا قول یا حدیثی همین مضمون که الناس علاقین بلون که هم حالا شاید نقصی که ما باز تأثیر میده اصلاحی مونه واقعیت موجودی که ما یک جورایی مثل یک چوکی که از پتوان درست گره افانواده در گرده بود وقتی که از بالا دست به چه شکل عمل بود متاسفانه یه بازخورد تا جهلیت رو به شما بخش بود حالا ما فقط لیست بودم برای شیفی و وقت بازم بزرد فقط لیست معرضه کنم که مورد دومی که به نظر ما باعث یه گسست اجتماعی بود تورمه یعنی گرانی و تورم که منجر به فقر بود و فقر هم منتج به ایشی بود افراد دنبال منفعت طلبی می همیشه ماشمگر می احتکار کنید هر که دنبال منافع فردی شخصی بود رو شد تمام به دنبال همه سلسله این که عرض بود یکی دیگه دلیلانی که باعث بود که این گسست اجتماعی شکل بگیره احساسات من که شخصی هستم نتوانم که فقط اجتماعی افراد مثل چم همچمانی مثل ایشی که ما یکی دیگه تحمل مکن به اجتماع و حسادت یکی نسبت به هم فکر بده حتی مثلا پشت سر خبر گفته ما غیبت رو این مسائل از همشه یعنیم که ما یکی دیگر را یکی دیگر تحمل نکده هم دیگر و هنچو که آرشان عرض کو یکی از عوامل این گسست اجتماعی همین بی اعتمادی اجتماع وقتی که بی اجتماع ده اجتماع بی اعتمادی شکل بگیره ایشی همه یکی دلائلی تون بگون و در کنار ایشی نامی اجتماعی نامی اقتصادی نامی سیاسی لحاظ فقط امنیت، امنیت جانی نه در کنار امنیت جانی مارا باید امنیت اقتصادی بود بتوانی برای یک سال بود، برای پنج سال بود برنامه‌ریزی بکنی اگر ما توانی بکنی، یعنی تورم باعث می هر دلیل دیگه باعث می که
ما توانه یه برنامه ریزی بکنه بس ما دوچار نامنیه دوچار نامنی اقتصادیه و ایشی باعث بود که جامعه آدون رو تهرس بزنم باید دوچار گسست بود جامعه و هنچه جامعه آخر دورنمای وشی روشنه برای جامعه نتوانه تصور بکنیم و دیگر مسئله این که باعث بود که البتشان تمام به هم دیگر مثل یک زنجیر وابسته این بیتفاوتی که جامعه ما هسته این بیتفاوتی اجتماعی ما بیتفاوتی اجتماعی هم چونکه از بود دوستان فرماش کنه وقتی که یک کیت یک اجتماعی کار مثبتی انجام به تشمیل داده بود وقتی کار منفی انجام بدن که ضرری به اجتماع رسه فردی نه ها تی آ جامعه هستن بی صورت بگیره بس این جامعه یک جامعه ای که بی تفاوت نسبت به همه چیز وقتی جامعه بی تفاوت بود این جامعه یک جامعه همبسته نه یک جامعه ای که از هم گسسته بود شیرازه ای خب ما چون بکنیم که تی جامعه همبستگی ایجاد بود حالا برخلاف چیزی که دوستان فرمایش بود من اعتقاد را که ما وسیله اتحاد و انسجام توانه این همبستگی ایجاد کرد حالا چی این اشتراکی چه اشتراکان و طبیعی کنار هم بنادید به چه رتب اشتراکات و اتحاد و انسجام تشکیل میدید ما شما تا جامعه سنتی زندگی کنیم که قوم بلوچه دارای زبان خاص فرهنگ خاص لباس خاص مذهب خاص نه ایشان به نظر من به جای اینکه ما بیاییم ایشان را یک چیز منفی برام داد بکنه ما ایشان را یک ظرفیت بودن یک ظرفیت ایشان استفاده بکنیم یعنی از یک اشتراکات قومی و اشتراکات فرهنگی اشتراکات دینی و استفاده بکنیم و جامعه دور ما جمع بکنیم حالا اگر که کلیتر جامعیتر فکر بکنیم ملیتر فکر بکنیم خب دیگه فهم باید دیگه نسخه باید بکنیم والا نسخه ای که این ما در نظریه که برای جامعه وقت بیم برای جامعه وقت هم به نظر هم ما شما به همین شکل عمال بکنیم موفق بیم که نفقا به یک جمعنی به یک جمع کردنی به یک اشتراکی به یک همرسیدی اجتماعی برسیم و شکری به نظر هم تانتین در بدون منطقه چون بدون برنامه ریزی بودتر نتانتین به آن بخش اعلا یه همبستگی برسید مثلا مثال از نقطه بحث فرهنگی همه اشتراک زبانی با شما اشتراک فرهنگی همه هنری هنر مشترکی باعث بوده که ما یه جوری کنار هم جمع ببینیم اصحاب احساس تعلق بکنه به هم دیگر و اتحاد مذهبی هم چون همیشه که ما شما یک مذهب مشترکی هم و مثال از نقطه نمازای دوما با هم شرکت کنیم دیکتوری تن خورسان و آروسان و یک دیگه دیکتوری ایشان فرق باعث بوده که ما یک دیگر احساس تعلق بکنیم و دور هم این مسائل جمع بکنیم و نهایتا چیزی که ما را ابزاری که ما را توان دور هم جمع میکنم و ابزاری که ما توانه دیری استفاده کنیم این میدیا رسانه اگر ما از میدیا رسانه درست استفاده کنیم هدفمند استفاده بکنیم و این اشتراکات رو تبور بکنیم به نظر اون توانه این ابزار باش استفاده کنیم و تربیت بکنیم به همبستگی اجتماعی موضوعی که برای نشست این هفته انتخاب شده بود همبستگی اجتماعی بود در واقع همبستگی از اتحاد و پیوند میاد و اجتماع برمیگرده به جامعه بشریت. همه ما انسان‌ها در جامعه‌ای بزرگ شدیم که از ابتدای تولد حق انتخاب دین، مذهب، فرهنگ و آداب و رسومی که داریم از ما سلب شده بود. به چه دلیل؟ بنا به دلیل اینکه همبستگی اجتماعی بین اعضای خانواده حفظ بشه. و این کوچکترین مثال از همبستگی اجتماعی بود. حالا اگر که یک مقدار جلوتر بریم، ارکان مهمی مثل دین و مذهب موقعی که یک گروه بخواد با گروه دیگری ارتباط بگیره، باعث جدال و جنگ‌هایی میشه اگر که اختلاف نظری وجود داشته باشه. از
اصلاحات سیاسی همبستگی اجتماعی رو تعریف بکنیم، وسیله‌ای هست برای دولت یک کشور تا بتونه از طریق اون به اهداف خودش برسه. اگر که توی ایران این رو بخوایم بگیم، ما از جانب زنان اینکه حجاب خودمون رو رعایت نکنیم، این امکان وجود نداره، چرا که مورد سرزنش و گناه میشن این افراد و از جامعه خارج میشن، جامعه ای که توی کشور ایران وجود داره. موضوعات خیلی مهمتری که برد هستن توی دیگر کشورها توی ایران دیده نمیشه. چرا؟ چون که اون همبستگی پایداری که وجود داره از بین نره. حالا جلوتر که بخوایم راجع به همبستگی اجتماعی بگم، من اثری رو داشتم که امروز ارائه میخوام بکنم در رابطه با همبستگی اجتماعی بود. همبستگی اجتماعی زمانی که از تو بپرسن اهل کجایی و کجا نیستی، سرزمین مادری تو کجاست، تو حق و اجازه این رو نداری که بگی من متعلق به یک شهر و سرزمین عام هستم، بلکه تو متعلق به کل جهانی و آزاده جهان محسوب میشی. در این اثری که میبینید ابتدا از همه کارکترهایی رو داریم که این کارکترها ممکنه از لحاظ فیزیکی و شخصیت ظاهری که دارن شما رو به این فکر برسونه که فرقی از هندوها هستن، چون نگینی که روی پیشونی اونا کار شده این منظور رو میرسونه. در واقع همه ما انسان ها اگر که از لحاظ نژاد بیاییم بگیم زرد پوست، سفید پوست، سیاه پوست، اینجا رنگ چهره هایی که کار شده سبز و آبی هستش. رنگ چهره ها در این کارکترها برمیگرده به طبیعت. نکته مهمتری که اینجا وجود داره، تمام این کارکترها از بالا تنه به بالا هستند و نیمی از اونها داخل آب هستش، پس اینجا جنسیت مرسوم نیست. کارکتر اصلی که اینجا خودنمایی میکنه کارکتری هستش که ویولون داره میزنه. این برمیگرده به یک نقاشی معروفی که از داوینچی بوده و اکثرا اون نقاشی رو دیدیم. در پایین تصویر کارکترهایی که وجود داره، شخصی هستش که از سر اون، یعنی از ذهن اون اگر که بخوایم بگیم، ریشه ها و جوریشه هایی وجود داره که جوانه زده. در کنار اون یک کارکتر دیگه با جسه بزرگتر وجود داره که اون ریشه ها در جلوی نور ماهه، باعث تابش نور ماه شده. این یک چیز واقعیت هست توی جامعه ما که میگیم اشخاصی که بزرگتر هستن با اینکه از لحاظ علمی رو نداشته باشن، خیلی زودتر رشد میکنن در جامعه، و کسی که از لحاظ علمی به یک سطحی رسیده باشه اون رشد رو در جامعه نداره، بلکه این شکل فیزیکی هست که به جامعه نمایان میکنه. دستی که روی پیشونی کارکتر بعدی کشیده شده، این سوال به وجود میاد آیا داره اون رو هم مثل خودش غرق میکنه یا خیر میخواد خودش رو از طریق اون نجات بده. و مهمترین چیزی که اینجا وجود داره، تضاد بین قاره استرالیا و نقشه ایرانی هست که کشیده شده. در کل این منظور رو میرسونه که تو عضوی از این جهان هستی. آقای دیلورکی دو تا کتاب داره که تقسیم‌های اجتماعی به که بود باشه. میاد این دو تا کتابش در مورد همبستگی اجتماعی رو مفصل حرف بزنه و اونجا تحت موضوع میکنن، تحت سوال میکنن. برای همین سوال که بیشون پرسیدن. با ما اومدیم مناسب زری رو بررسی کردیم همبستگی توضیح داده. حالا چه نیروی باید بیاد اون افراد جامعه رو هم بسته کنه، جمع اون چیه؟ و میاد در ادامه باز میگه این هم بسته اجتماعی همون بحث تنافس پذیری خودش، یه هر چه جوامه گسترده‌تر باشن این تمایز به اونها بیشتر میشه، و این تمایز در واقع یه تمایز صرفا مثلا که شغل این طرف اون باشه، این در واقع بچه بر هدف اقتصادی نداره. یعنی تمام این تقسیم کار ما درسته که این نفع اقتصادی میبره، اما هدف انسجام هست. یعنی چی؟ یعنی از فردا نامه ها میگن ما دیگه نام نمیبسیم، کافی پول داریم تمام. چه اتفاق میبینیم؟ اون نظم و همبستگی اجتماعی به هم داره. به همین خاطر میاد مطرح میکنه دو نوع همبستگی. ما یک همبستگی در واقع خاکیردی داریم، همبستگی ابزار و همبستگی ابزار و نمی، یعنی
درباره یک دیگه همبستگی افسانه و یک همبستگی اندامکار. همبستگی افسانه همه ما دیدیم و توی منطقه خودمون خیلی زیاد بود اتفاقا تکرار میکنه. چی هست؟ اینکه در یک دوره خاصی بنابر یک شرایط سیاسی میاییم دور یک هدفی، حالا اون هدف مالید باشه، فکری باشه، جمع میشیم، همبسته میشیم، اون طرف رو میفرستیم تمام. امتحان همینجاست، روز بعد از انتخابات. همون همبسته یه اندامبار چیه؟ این که مثل اندام، از اندام شیعه گستاد کنند. یعنی همه اندام ها بودن اندام یه ناقص اندام. حیات هر اندام، مرساز وجود اندام دیگر هست. این رو آقای نارکیم یاد مطرح میکنه. بعد دوستان در مورد بی‌اعتمادی اجتماعی حرف زدن. یه در واقع جامعه شناس مشهوری شاید نباشه تو کشور ما، اما خیلی کارهای بزرگی انجام داده، دوستان داشته هاروارد بود، دوستان داشته آکسفورد هست، سویدی هست، روسستان رو بسن روسستان رو فکر کنم باید بهش بگم. ایشون میان از واژه‌ای به نام سوشیال کلاب حرف میزنه، یعنی دام اجتماعی. ببینید فرض کنیم یک سیستمی رو بذار با یک مثال بگم. در ایتالیا در منطقه پالرمو توی تبلاده بخش سیسیلش در سال 1981-82 یه سیستمی برای تاکسی ها پیاده میشه به این صورت که در واقع همون تاکسی تلفنی کنه. اینجوری میشه که رانندگان بر اساس موقعیتشون نسبت به مسافر اعلام میکنن، هر کدوم که نزدیکتر باشه اعلام میکنه که من نزدیکترم، پس میره دوباره مسافر اون رو میبره. یه مدت این ادامه داشته، اما بعد از مدت به سرعت قطع میشه. سیستم میگه من این رو قبول ندارم. یه علت چیه؟ خیلی خوب بود، هم مسافر من به نمش بود، تاکسی رو جمع میرسید، هم خود راننده که بر اساس بنزین میسونه نزدیکتر قصد میبره. گفتن این وسط بعضی از رانندگان دروغ میگن. مسافر قلب پالرمو هست، میگه مثلا من شرقم، میگن که کجایی؟ میگه من مسافری داری در شرق، میگه من شرقم، در صورت این قلبه و تا اونجا برسته خیلی طول میکشه و این در واقع هزینه وقت هست. روسستان میگه این باعث اومدن موضوع میشه که ما بهش میگیم دام اجتماعی. درسته ممکن همه رانندگان دروغ نگفته باشن، اما چون چند نفر دروغ گفتن این باعث شد اون بی‌اعتمادی که دوستان میگه شکل بگیره. در مورد دام اجتماعی این سوال مطرح میشه یا این موضوع مطرح میشه که من شرط میبندم بقیه هم کار نمیکنم، به بقیه هم کار در این موضوع انجام میدم. مثلا در بحث کرونا خب ماسک نمیزدم خیلی ها، میگفت چرا خیلی ها نمیزدم، من دیدم خیلی نمیزدم. مرغ بخریم یا نخریم؟ میریم میخریم. چرا؟ چون شرط میبندیم که بقیه هم میخرن. خب این باعث چی میشه؟ این باعث محکومی از دام اجتماعی. یعنی اگر در یک برهه از زمان شما نیاز به یک کنش استراتژیک داشته باشید، ما کنش های مختلفی داریم. مثلا من الان با عنوان یک شخص خودم مستقیم تصمیم میگیرم این تلویزیون رو روشن کنم یا نه، گوشی رو دست بزنم یا نه. خب اینا نیاز به اجازه کسی یا مثلا کنش دیگر نداره، اما در برهه از زمان ما نیاز به کنش استراتژیک داریم. یعنی همه با هم باید کنش رو انجام بدن. خب وقتی که دام اجتماعی میان یه باعث چی میشه؟ یه باعث موضوع میشه من شرط میبندم در این کار انجام نمیدم و این باعث میشه که اون کنش اون همبستگی ایجاد نشه. خود آقای روسستان میگه برعکس ما که فکر میکنیم مثلا همه ایرانی ها اینجوری هم یا همه بلوچ ها اینجوری هم که پیرامون به یک موضوع همبسته میشن، میگه خیلی اتفاقا این موضوع در همه جوانی روسستان رو میگه. منتها علت رو میگه آقای روسستان، علت رو کجا برسید؟ میگه این بی‌اعتمادی، این که ما بهش میگیم بی‌اعتمادی اجتماعی، این ریشه در اجتماع نداره. این ریشه‌اش کجاست؟ ریشه برمیگرده به اون جایی که ساختار چیده شد. ساختار چیده میشه؟ به قول آقای عارف، واحدهای مختلفی شکل میگیرن که اشخاص مختلفی توی این واحدها فعالیت میکنن. هنر اقتصاد اجتماع چقدر اجازه میده سیستم که اینها با هم در تعامل باشن؟ سیستم آموزشی چقدر اجازه میده که من معلم سر کلاس بشینم به دانش آموزان بگم شما برای حل این مسئله ریاضی با هم بشینید؟ فردگرایی رو
رشد میده سیستم آموزشی. شما در واقع اون پاداش یا مجازات رو فردی در نظر میگیرید و انگار مثلا دو دانش آموزی که حتی یک متر هم فاصله ندارن، انگار از هیچ ارتباطی با هم ندارن. و این سیستم باعث میشه به مرور زمان افرادی وارد جامعه بشن که احساس تعلق هم دیگه نمی کنند. طرف یک ساعت 800 میلیونی دستش میفنده و در صورتی که در همسایگیش کسانی هستند که دانش ها ندارند. خب این موضوعی هست که ما میبینیم در حالا یه روز ازم میگه که این همبستگی یا اعتمادی اجتماعی در صورت الان اعتبار میفته. یعنی شما من شهروند اگر اعتماد باشم به ساختار، این بی‌اعتمادی من باعث میشه به همه سوءظن داشته باشم، این اعتماد من تو سطح جامعه هم نیاد و ما شاهد هستیم این کارش هم خیلی خوب نیست. یعنی خیلی از ما به ساختار بی‌اعتمادیم. اگر به قول خودشون یک جراحی اقتصادی رو میده، من مطمئنم این به ضرر من. اگر اون میگه نه به نفع شما، من میگم چون اون گفته به نفع من، پس حتما به ضرر من. و همین باعث میشه که حتی وقتی که ما با دوستانمون تو یک اتاق داریم برای میزنیم مثلا که هم دیگه بی‌اعتماد بشیم، چه برسه یک حرکت اجتماعی انجام بدیم. و برای گریز از این دامه‌های اجتماعی اتفاقا میگم سیستم سوئد رو مثال میزنه. سیستم سوئد ممکنه مثلا ساختارش یک پادشاهی دیکتاتور هم بوده، اما فرصت رو برای که موجود اومدن اون مؤسساتی که بشینن دور هم ارتباط داشته باشن و این ارتباط از طرف ساختار هدایت و نظارت بشه وجود نداشته و این باعث شکلی شهروندان شده که خودشون کنترلگر سیستم هستن. امروز مثلا پادشاهی سوئد میاد یه حرفی میزنه، بعد شهروندان میان میگن ما به این سیستم نظر شما در واقع اعتراض داریم و سیستم هم این رو میپذیره، چون از بس این شهروندان و این سیستم ها رشد پیدا کردن اون اعتماد دو طرفه یعنی سیستم به ملت سیستم به وجود اومده و حتی توی کشورهای مثلا جنوب شرق آسیا در واقع همین سیستم. آقای رسول میگه که شما نباید مثلا سیستم سوئد رو کپی بزنید به کشور دیگه، شما بر اساس دانشگاه‌های خودتون باید اون دست در واقع مؤسسات رو وجود بیارید. این خیلی من نگاه کردم خیلی به سیستم کشور ما شباهت داشت این موضوعی که من بررسی کردم. حالا برگردیم به سطح جامعه خودمون، جامعه بلوچستان. من زمانی که می‌خواستم در این برنامه وارد بشم و از دوستان با آقای عارف بهم گفتن که شما تماس بگیرید با دوستان که من اینا رو دعوت کنید، من سعی کردم اون کسانی که انتخاب می‌کنم برای این بحث یک دست نباشم، یعنی از یک شهر نباشم. من سعی کردم از مناطق مختلف بلوچستان رو دعوت کنم، بهشون پیام دادم، زنگ زدم، تماس گرفتم، مطرح کردم، از واحدان گرفته تا چهار بلک من با افراد مختلفی تماس گرفتم. نمونهش آقای رئیسی. یه موضوع مهمی در واقع در ذهن من بعد از این تماس ها ایجاد شد و اون چی بود؟ اون برمیگرده به شهر خودم. من من زمانی که با افرادی که خودشون رو جامعه شناس میبینن، نه در سطح محلی، در سطح ملی و در بوده خاص از زمان، ما رو به نام همبستگی و تغییر اجتماعی کشوندن تا ما بیاییم به نفع اونها کاری رو انجام بدیم، دست رد در سینه مزدن. و این یه درد بزرگی است که جامعه ما آمده. یعنی در دوره که از خاص از زمان شما کسایی میبینید که نظری فرداز در سطح نظری خیلی قدرت دارن، وارد تریبون میرن، خودشون کاندید میکنن و نظریاتشون میگن و شما فکر میکنید که چه شود که ایشون نماینده بشه و این در واقع همین همبستگی ابزاری هست. یعنی ما ابزار، ما اندام نیستیم. آن اون شخص فکر میکنه که داره از ما مثلا بهره میبره و این همبستگی زمانی میتونه که به شکل اندام ایجاد بشه. اگر ایشون به من نیاز نداره، اگر به من نیاز داره متقابلا میتونه وجود بیاره. یا اشخاصی که در برهه از زمان در سطح ملی سمت های کلان داشتن
و اون سمت هاشون گرفته شد و اومدن کارزار رو انداختن که شما جامعه باید از من دفاع کنید، من گفتم ایشون هم خلاص بود، ایشون هم دست به دست بزنن اشخاص رو که توی جامعه نهاریم. و در همچین حالتی ما با واژه‌ای دچار هستیم که بهش میگیم جامعه تنها. جامعه تنها یعنی چی؟ جامعه تنها یعنی این که من سرمایه‌دار، جامعه تنها یعنی این که من روشنفکر، من الیت جامعه در مواردی خودم نزدیک جامعه کنم، نزدیک ملت کنم، در برهه‌ای هیچ نیازی به جامعه نداشته باشه. جامعه با همه دردها، با همه مشکلات خودش رها کنم. اگر امروز مثلا جوانی بیاد از شما کمک می‌خواد، از شما بخواد که در این مورد موضع خودتون نشون بدید و شما سکوت کنید، ما می‌بینیم همبستگی. خیر، این موضعی هست که نمیگم 100% ولی هست در جامعه محلی ما، در جامعه بلوچستان ما وجود داره. یعنی همبستگی‌های ابزارگونه و این دردی هست، هست که ما شاهد هستیم. اگر جامعه تنها بشه چه اتفاقی میفته؟ میشه 4 اسفند سال 1399 در سرما. اتفاقی در مرز میفته، تعداد افراد کشته میشن راحت، اما در سطح جامعه، جامعه بلد نیست که در واقع این چه نوع رفتاری نشون بده، این هیجان خودش رو، اون کنشگری خودش رو به چه شکلی باید نشون بده. و این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که برخی از افراد که در واقع داغ‌دیده هستن، افراد که رنج دیدن، درد دیدن، اون کنش خودشون رو به شکل دیگر به مورد طب سیستمیست نشون میدن. این چه اتفاق افتاد؟ این زمانی اتفاق افتاد که اون الیت از این ملت جدا شد. وابستگی و همبستگی نبود که اون دانش و اون چیزی که الیت داره به جامعه تسلیم کنه، همبستگی رو ایجاد کنه. اینجا کنار من جاش میخوامیه اون اشخاصی که من نام بردم. در سطح ملی حرف دارن برای گفتن، هر روزم شما اون بیز نفراتشون دنبال میکنه، اما انگار با سطح محلی خودشون یکی نوع قهرن، یک نوع جدایی دارن و نمیخوام اون فکر رو بیارن که یک زمان من هم در این جامعه بودم و نسبت جامعه بودم یک تنبیه دارم. ما ولی چهار داشتیم همبستگی، ما واژه هایی داریم که شاید این واژه یا این کلمه در هیچ ممکنی نباشه. ما واژه داریم در نوچی که باشیم که ماشما، ماشما یعنی ما و شما، ماشما این مثلا نگارمانه ماشمه، این شهر ماشمه، ماشما این نشون میده که همبستگی بوده، یه همبستگی در سطح جامعه بوده. ما رسومات مختلفی داریم مثلا اجار داریم برای اینکه یک کسی عروسی کنه به همه چیز رو جمع کنم بهش بدن، یا مثلا حشر و مدد داشتیم، اینا بوده تو جامعه ما. اما طبق فرمایشات آقای برکی اینها برمیگرده به همبستگی فرهنگی ما، یعنی زمانی که ما جامعه کاملا سنتی بود. الان جامعه سنتی نیست، الان جامعه ما بین سنت و مدرن هست، یعنی در واقع ما داریم یه حالت گذار رو تحمل میکنیم، یعنی خیلی دردناک هست حالت گذار. و به نظر من در جامعه، در جامعه‌ای که به شکل جامعه ما هست، جامعه گذار، نقش الیت خیلی مهم هست. الیت باید باشن در کنار ما تا ما بتونیم این گذرگاه به درستی و بدون هیچ هزینه یا با هزینه حداقل کنیم، نسبت به سیستم بر ما قهر نکنند، با ما قهر نکنند، با این دیگه ما نگاه نکنند. این افراد الیت که خیلی با سیستم ممکنه کنار داده باشن، این درس ها رو ما بدن که ما رو از این گذر باید کنند. متاسفانه این نگاه حتی در سطح منتخبان ملت هم اتفاق مفته، در سطح شورای شهر نمایندگان مجلس. ما اومدیم با شعارهایی که به نام مردم بوده به ایشون رای دادیم، به ایشان رای دادیم، اما بعد از رای میدونیم ایشان با ملت از ملت جدا شدن و به ساختار تمارده کردن. این گسستها باعث میشه در مواقعی بی‌اعتمادی وجود بیاد یا دامهای اجتماعی بیاد که باعث میشه همبستگی اجتماعی شکل نمیگیره. با آزمون خطا ملت میفهمد اگر سیستان بلوچستان زمانی
با امید اومد بیشترین آرای کل کشور رو داشت، میبینید در انتخابات برای کمتر میشه و این نشون دهنده اون ناامیدی هست. ناامیدی هست که آقای گسستان بگه از بالا نشأت میگیره، نه از پایین، از بالا داره نشأت میگیره و این مخصوص اون نوبر در میده و میده خاصی نیست، این در سطح همه جامعه بسیار.